ضربه دیگر به جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا. این بار از سوی عالی ترین نهاد قضایی در این کشور. دیوان عالی آمریکا با 6 رأی موافق و 3 رأی مخالف طی حکمی اختیارات دولت را در تهیه مقررات برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای از نیروگاه‌های گازی و زغال سنگی ایالات متحده محدود کرد. شکستی عمده برای رئیس جمهوری که با قول تشدید تلاش برای حفاظت از محیط زیست و مقابله با تغییر اقلیم به قدرت رسید. بایدن این حکم را یک تصمیم فاجعه بار دیگر خواند که هدف از آن به عقب برگرداندن آمریکاست. هرچند این اولین باری نبود که اقدامات و سیاست‌های بایدن با احکام این نهاد به در بسته خورد. دیوان عالی آمریکا پیشتر نیز حکمی جنجالی درباره سخت جنین صادر کرد که موجی از اعتراضات را به همراه داشت. به همین دلیل است که اکنون بیش از هر زمان دیگری نگاه‌ها به ترکیب قضات این دیوان جلب شده است. نهادی که در آن قضات محافظه‌کار اکثریت دارند. قضاتی که دوره عضویت هر کدامشان در این نهاد مادام العمر است. اعضای محافظه‌کار دیوان عالی آمریکا در گذشته نیز نارضایتی خود را از آنچه که دخالت بیش از حد دولت می‌دارند ابراز کرده بودند. بنابراین انتظار می‌رود تصمیم اخیر این نهاد از این پس روی تصمیمات سایر نهادهای دولت فدرال نیز تأثیر بگذارد. شاید به همین دلیل است که به اعتقاد برخی کارشناسان جناح محافظه‌کار برای پیشبرد اهداف خود از اختیارات این دیوان در برابر دولت دموکرات استفاده می‌کند. آنچه شاهدش هستیم تصویری است که در آن دولت‌های دموکراتیک از اقتدار کمتری برای حفاظت از مردم برخوردارند و اقتدار بخش خصوصی به مراتب بیشتر است. همچنین نفوذ مذهب عامل دیگری است که بر تصمیمات دیوان عالی تأثیر بیشتری نسبت به گذشته دارد. آنچه در پیش رو است اقتدار بخشی به کسانی است که صاحب سلاحند. همچنین دادن اختیارات بی حد و حصر به شرکت‌های خصوصی عظیم به جای قدرت دادن به نیروی کار و مصرف کنندگان، شرایطی که می‌تواند به محیط زیست و سلامت جامعه نیز آسیب بزند. And public health and safety. در مقابل استدلال حقوقی قضات محافظه‌کار دیوان عالی آمریکا این است که مقررات نهادهای دولت فدرال که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارند باید در مجالس قانونگذاری تصویب شوند. دقیقاً همان استدلالی که به قانون رو در برابر وید پایان داد و تصمیم‌گیری درباره ممنوعیت یا محدود کردن سخت جنین را به مجالس ایالتی واگذار کرد. به نظر می‌رسد شرایط ویژه‌ای که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به او امکان داد 3 قاضی محافظه‌کار را روانه دیوان عالی کند، هم‌اکنون شاید بدل به ماندگارترین میراث او شده باشد. محسن ایزدی، لندن.